بازگشت اسطوره گری کاسپاروف کبیر در مسابقه بزرگ سنت لوئیس در برابر برترین های جهان. سنت لوئیس هر سال میزبان یکی از جذابترین مسابقات سال، یعنی مسابقه شطرنج فیشر یا همون شطرنج 960، و امسال هم گری کاسپاروف افسانه‌ای توی این مسابقات حضور داره. همونطور که میدونید کاسپاروف از سال 2005 از دنیای شطرنج حرفه‌ای خداحافظی کرد، اما توی چند سال اخیر توی مسابقات بلیتس و سری زیادی بازی کرده و یه چند تای شطرنج فیشر هم بازی کرده. و اما شطرنج فیشر چیه؟ اختراع بابی فیشر برای جذابتر کردن شطرنج به این صورت که در عرض آخر چینش مهره‌ها به صورت تصادفی و رندومه و مهره‌ها میتونن هر جایی توی عرض آخر قرار بگیرن. این شطرنج رو فیشر اختراع کرد که شطرنج رو به سمت خلاقانه تر بازی کردن و قدرت شطرنجی ببره و از شطرنج تدارکاتی و مربی و قبل بازی بکشه بیرون و سر صفحه شطرنج رو بازی کنن، و ابداع جالبی بود و توی سالهای اخیر هم بیشتر بازی شده. حالا کاسپاروف افسانه ای اومده توی این مسابقات، میخواد باز هم بزرگی کنه. بریم بازی ها رو با هم دیگه ببینیم. بازی اول، قهرمان شطرنج فیشر جهان وسلیسو بزرگ در برابر گری کبیر. وسلیسو سفید، کاسپاروف سیاه. شاید بگین خب چینش مهره ها که همونه، ولی خب سایت لیچس تا حرکت انجام نشه چینش رو عوض نمیکنه. الان که ایچار بازی میکنیم یهو همه چی به هم میریزه. رخ که همینجاست، ولی شاه توی جای اسب چیکار میکنه؟ فیل جای خودشه، اسب اومده جای وزیر، وزیر اومده جای شاه، رخ اومده جای فیل، اسب جای خودشه، فیل رفته جای رخ. خلاصه مهره ها به هم میریزه اینجوری دیگه. کار مربی اینا نمیتونه بازی رو برای بازیکن در بیاره، کامپیوتر اینا نمیتونه، باید بازیکن خودش بیا سر صفحه بازی رو ببره. خیلی شطرنج خلاقانه و زیباتری، بیشتر روی محاسبه و دانش شطرنجی. وسلیسو ای 4 رو بازی میکنه. خب بهترینه که پیاده توسط وزیرش حمایت میشه. ای 5 توی هر شطرنجی عزیزان مرکز مهمه. شطرنج فیشر، بولت، بلیتس فکری، هر چی هست مرکز رو از دست ندیم. این بازیکن اینو رو نشون میدن به ما. بسه وسلیسو میره که فیلش رو به خونه بدو بذاره فیانکتو کنه. قوانین قلعه رفتن خیلی جذابی هم داره که توی این ویدیو حتما راجبش صحبت میکنیم. ولی خب دشیش کاسپاروف هم میگه منم فیلمو فعال میکنم، ولی من از اینجا فعال نمیکنم، من از اینجا فعال میکنم، اینجا بهتره. حالا ببینیم بازیکن نسل جوان درست میگه یا بازیکن نسل گذشته. فیل به خونه بدو میاد و حالا اسب E7، کاسپاروف اسبش رو گسترش میده، بعدا میخواد F5 رو بازی کنه. دقت کنین که اسبش رو F6 نمیذاره که توی دست و پا باشه، این فیل بنده خداش رو میبنده، این رخ رو میبنده، اسب رو یه جایی میذاره که چه اتفاقی بیفته که هماهنگی مهره رو داشته باشن. میگن کاسپاروف استاد هماهنگی مهره ها بود. همه میتونن مهره های فعال داشته باشن، ولی اینکه بازیکن بتونه مهرهاش کوردینیشن هماهنگ داشته باشن خیلی مهمه. توی بازی به این دقت کنید، جلو دست و پای همدیگر رو نگیرن، با همدیگه همکاری کنن، این خیلی مهمه. اسب میاد E3 و F5، جنگ بر سر مرکز. کاسپاروف میگه مرکز رو بده به من بچه جون. حالا ببینیم وسلی چجوری جواب میده. میزنه، نمیتونه کاری دیگهش بکنه، چون کاسپاروف اگه بتونه اینو بزنه خیلی جذاب میشه. حالا این طرف من از طرف من، چرا مرکز دست کاسپاروفه؟ چون دوتا پیاده توی مرکز داره و وسلی یکی. حالا از طرف 5 زده میشه و یهو قلعه بزرگ. چی شد؟ این شاه چرا اومد اینجا؟ چرا اینطوری شد؟ قوانین قلعه‌اش چجوریه این بازی؟ شاه و رخ نباید هیچی بینشون باشه. حالا که چسبیدن به هم دیگه، دیگه هیچی هم بینشون اصلا قرار نمیگیره. ولی خب اون جایی که شاه میخواد فرود بیاد و اون جایی که رخ میخواد فرود بیاد باید مهره‌ای هم نباشه، و البته شاه و رخ هم نباید تکون خورده باشن مثل بقیه جاهای شطرنج. پس حالا سفید میتونه قلعه بره و شاهش میاد اینجا، رخش میاد اونجا. شاید بگین خب این چرا قلعه رفت شاهش که اینجا امنه؟ 100% درسته حرفتون، ولی رخش فعال نمیشه. یکی از مزایای قلعه رفتن توی شطرنج اینه که رخ رو فعال کنیم. اگه ما قلعه نریم این رخ چجوری میخواد توی بازی بیاد؟ پس اینو دقت کنید، خودش یه حرکت گسترشی قلعه، رخ میاد توی بازی. کاسپاروف G5، ببینید با مهره هاشون مهربونن، جلو فیل رو باز میکنه. آخه اینجا مثلا بیای H6 بازی کنی، H5 بازی کنی به چه دردی میخوره؟ G5 میاد جلو فیل رو باز میکنه، جسه اینم جلو فیل رو باز میکنه. با مهره هاتون مهربون باشین، جای خوب براشون قرار نظر بگین، مرکز رو بگین، اینا خیلی مهمه توی شطرنج. اسب D4، کاسپاروف میاد اذیت میکنه. حالا میگه اسبمو اینجا کشتم، میخوای چیکار کنی؟ نگاش میداری میرونیش چیکار میکنی؟ خیلی آزاردهنده است این حرکت. شاید F4 خوب بود، ولی وسلیسو میگه من طاقت این اسبو ندارم، ببرش بیرون. کاسپاروف اسبو برمیگرده جای خودش. میگم یکم اذیت کننده بود حرکتش، ولی کامپیوتر میگه اسبو بذار E6. و جالبه مثلا بعد اسب E2، اینم سفیدم میتونه اسبو بذاره E2 که جلو فیلشو نگیره. حالا حرکتی که انجین ها میگن A5، حرکت بسیار زیبا، خیلی دوست دارم این حرکتو.
سیاه میتونه آچار کنه بیاد جون شاه سفید، رخش رو همینجا فعال کنه دیگه، قله نره اصلا. وقتی بیاد تو بسس میتونه حمله به شاه رو تدارک ببینه، وزیرش هم هر آن میتونه بیاد توی حمله، برده یه پیاده سیاه اینجا. ولی خب کاسپاروف اینو بازی نکرد، اسب رو رفت F5. F4 توی این شطرنج هر کسی احتمال اشتباه داره، چون خیلی ما الگوهای زیادی رو نمیشناسیم توی این شطرنج، به خصوص توی 10-20 حرکت اول بازی خیلی سخته، چون مغز ما رو الگو کار میکنه دیگه. الان این وضعیت، خدا این شاه توی B8 کار، اسب توی D8 کار، همچین الگویی توی شطرنج خیلی کم اتفاق میفته. فیلیچار وستیسو هم خوب نیست، بازم میگه A5، یعنی مشکوکه، خیلی هم بد نیست. اسب میاد C6 F4، بالاخره مرکز رو میشکافه، تعادل رو کسب میکنه وستیسو، میزنه ایسر رو میزنه جا درف چار فیل جا چار، گسترش فیل هم صورت میگیره. رخ یک کاسپاروف دیگه، الان دیگه وقتی فیل اینجاست و وزیر اینجاست دیگه A5 اینا به درد نمیخوره، میاد اونم قله رو میره، نه سحر و نه جادو، قله خیلی راحته تو این بازی. بازم این دوتا خونه رو کسی نگرفته، بازم سیاه میخواد رخش رو فعال کنه، ارتباط بین این مهرهای سنگین برقرار بشه. الان سفید هم همین ارتباط رو داره، به خصوص دو رخ، این خیلی مهمه توی شطرنج، حتما این رو باید در نظر داشته باشیم. و حالا H3، حرکتی که کاسپاروف در مسابقه بعد بازی گفتش که یکم برام اذیت کننده بود این حرکت، باید مواظب باشم که سفید برتری نگیره اینجا. میزنه F4 رو جلو خط فیل رو باز میکنه و وزیر دسته، میگه اینجا خب من فکر میکردم اسب B5 دارم و بعد وزیر C2 یهو دیدم سفید D4 داره و ازم خوب نیست، چفتم داره میزنه، بعدن اسبش هم داره میاد F3، از وضعیت خوشش نیومده، حقم داشته، این بررسیش خوب بوده. و میاد فیلو میذاره E6، ولی خب یکم ترسناکه، چون سفید C6 میزنه و وزیر نمیتونه پس بگیره، چون رخ در E6 سفید سوار میگیره، پس باید شاه ویران بشه. ولی خب آیا سفید میتونه استفاده کنه یا نه، آیا یه وزیر تک و تنها میتونه بیاد این وضع شاه رو مات کنه یا نه رو ما نمیدونیم، باید توی ادامه بازی ببینیم. اسب میاد F3، گسترش مهره ها و شاه B7، میاد این خونه ها رو پوشش میده، شاه خودش دست به کار میشه که از امنیت خودش رو تامین کنه، حالا که سربازاش جدا شدن از هم دیگه. خب وزیر به خونه E4 میاد، شاید وسیسو گفته خب گرفتیم این گری پیر رو، گرفتیم بریم ببریمش، حالا اگه فیلو برداره یکیش میدم، میگم پاشو، وزیرشو برمیدارم. خب فیلش هم برنداره، میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، و گری فیلو میذاره E5. دقت کنید، گری 1:37 وقت داره و وسیسو 4:30، یکم عمر و پیری روش تاثیر گذاشته، سالهای قبل که خیلی تاثیرش بیشتر بود، یهو میدیدی کاسپاروف 10 دقیقه زمان عقبه، با چیکار داری میکنی، بازی کن دیگه. ولی فیلیپنجش خیلی زیباست، چیزی که وسیسو احتمالا از قبل حساب کرده بود، خب اینجا وزیر در E5 میزنم، یه پیاده گرفتم، F4 رو دارم میزنم، E6 رو دارم میزنم، فیلم بعدم فعال میشه و اینها. ولی یهو شاید اینو ندیده که کاسپاروف وزیر D7 رو توی محاسباتش داشته، همیشه محاسبش عالی بوده همیشه، و اینجا اگه وزیر در E6 بزنه، وزیر در D2 شاید بگه خب شاه میره اینجا، چه اتفاقی افتاد؟ یهو رخ E8، یهو میخواد E1 بزنه، وزیر نمیتونی برداری، E1 میزنه، بای بای، نمیشه، باید E8 رو بزنی، زد میزنی، حالا کیش؟ و بعد از تکون خوردن کیش، بعد این پیاده هم میاد با حمایت وزیر این بازی رو میبره، البته ایدو که نمیره. پس وسلیسو اینجا میبینه که اوه توی محاسباتم یه اشتباهاتی کرده بودم، وزیر رو میره به 4 کیش، حالا میزنه و حالا بازم وزیر میشینه D7، بازم نشسته به پیاده D2 و حالا وسلیسو یه اشتباه مرگبار رو انجام میده. اینجا وسلیسو باید رخش رو به F2 میذاشت، که اگه کاسپاروف وزیرش رو گذاشت توی خونه D3، فیل رو میتونه بزنه، نمیتونه وزیر بیاد D3. اگه فیل F5 بازی بشه میتونه F4 رو بزنه و دفاع میشه وضعیتش. اگرم وزیر D3 بازی بشه، حالا F5 زده میشه 3 زوره، پس نمیشه. رخ F2 رو اگه بازی میکرد، ولی شاید از رخ G8 ترسیده، گفته بابا رخ داره میاد، اینو بردارم، پیاده داره میاد، فیل داره میاد، چه میدونم. ولی همیشه مشکل اینه، فیل F5 و سفید اینجا داره بزنه، شاید از این خوشش نیومده. خونه های سفید رنگ رو ببینید، فیل ناهمرنگه، فیل سفید اینجا تقریبا میشه گفت توی کل این بازی خیار بوده، یعنی هیچ کاری نکرده، از پیاده گنده هم بدتره، هیچ کاری. اگه پیاده B2 میذاشتی با این فیل چه فرقی میکرد؟ حالا اینجا میتونه بیاد آسه خودش رو فعال کنه، ولی خب ترسناکه دیگه، ترسناکه، قبول کنید مثلا اینجا وزیر بیاد D3 واقعا ترسناکه. ولی خب نکته اینه که اینجوری مات نمیشه و در میره این شاه اینجا، شاید اینا رو خوشش نیومده. اگه شاه به A1 برسه قبول دارم، سفید اوکی، شاید مساوی وضعیت، ولی خب
فیل ناهمرنگ اونی که حمله میکنه میبره، اینو حواستون باشه همیشه. روخه نمیذاره اف تو 3 4 میکنه، میگه خب دفاع میکنیم، فیلمونو باز میکنیم، همه چی. یهو کاسپاروف یواش وزیرو میکاره خونه دس، میشینه به رخ، اینو بزنی اینو میزنه، تموم میشه بازی، نمیتونی. روخو تکون میده، فیل میاد فنج، یهو این باتری فیل و وزیر به کار میفته، نیروی فوق العاده. حالا دیگه مجبوره با رخ بزنه سر فیل، داره وزیر سدو میگه مات، داره میگه مات بهت بزنه. تفاوت کاسپاروف میگه دیگه اینو میبره بابا، اینو میبره. رخ در فنج، فیل سس و افس پیاده رونده هم داره. نگین چرا نتیجه رو لو میدی، نتیجه رو لو ندادم، اینو آخر گفتم میبره دیگه. هیجان کاسپاروف دیگه، اومده بازی میکنه شطرنج رو. واقعا وقتی بازی میکنه آدم اصلا زنده بازیاشو ببینی استرس میگیری، نمیدونم جریان چیه، یه جوری شطرنج بازی میکنه. شاه میذاره به 2، رخ میره F7 و A4 بازی میشه، رخ میاد E7، وزیر میاد خونه E6، رخ میاد E2، دیگه داره میاد تو خونه رو میگیره. A5 میخواد کیش دایمینا بگیره اینجا احتمالاً، میزنه میگه برو بابا بچه مچه که طرف نیستی. وزیر G5 C5 همینجوری یه چند تا حرکت دیگه هم بازی میکنن و اینجا کاسپاروف یه چند تا کیش دیگه میده، رخو میذاره G7. حالا اگرم اینجا کیش بده فکر کنم تسلیم شده اینجا، بله تسلیم. اگه کیش هم بده شاه میاد اینجا کیش بده، شاه میره D6 دیگه، بعدش میتونه اینجا کیش بده که ماتش رو به تعویق بندازه، چون کاسپاروف داره ماتش میکنه. زد قهرمان شطرنج فیشر جهان رو نابود کرد کاسپاروف تو این بازی. حالا بریم با هم دیگه بازی دوم رو ببینیم، ببینیم بازی دوم با هیکارو ناکامورای ماهر و سرعتی چیکار میکنه کاسپاروف. بریم بازی رو ببینیم. دور دوم، سلطان شطرنج مهره سفید، سلطان بازی های سرعتی دنیا مهره سیاه کاسپاروف، این بازی رو با حرکت 3-4 آغاز میکنه. چرا کاسپاروف تو این بازی با 3-4 بازی کرد؟ باز هم می‌بینی چینش مورا عجیب و غریبه، وزیر رفته گوشه صفحه، این رخ اینجا بازم اوکیه، فیل که از اینجا جاش خیلی بده. خلاصه این مهره ها رو بتونی هماهنگ کنی خیلی کار سختی. کاسپاروف با 3-4 آغاز میکنه که احتمالاً بهترین حرکت. چرا؟ یکی اینکه خط فیل باز میشه خیلی مهمه، و دو اینکه این پیاده توسط رخ هم حمایت میشه. فرض کن اگه با D4 آغاز کنی، سیاه یهو 3-5 بازی میکنه. اگه بزنی اصلا یهو رخ تو حرکت دوم میاد توی بازی، اصلا رخه شاید یه کاری کرد. و اگه نزنی برونی یهو B5 و اصلا سیاه بهتر میشه، مرکز رو میگیره و اینجا سیاه خیلی بهتر میشه. خلاصه باید مواظب باشی کدوم پیاده رو همینجا میرونی، همینجوری بازی کنی میبازی. 3-4 ناکامورا هم میگه خب کاسپاروف یه چیزی بلده، بریم ما هم مثل همون بازی کنیم. توی شطرنج 960 البته خیلی اتفاق میفته که بهترین حرکات حرکات قرین است. اسبف 3 اسبف 6 یه نکته هم بگم، بازیکنان قبل بازی یه رو 20 دقیقه نیم ساعت نمیدونم چقدر وقت دارن که روی بازی فکر کنن، چینش مهره ها رو ببینن، ببینن چند حرکت اول رو چجوری میخوان بازی کنن. و جالب اینه که کاسپاروف به ناکامورا گفته توی بازی اول، گفته خب بیا با هم دیگه کار کنیم و اینها، ببینیم مثلا چی کار کنیم. یعنی همدستش ناکاموراست توی مسابقات. و نکته جالب اینه که خب این بازی به ناکامورا خورده، اکثرا همدستش پیتر سویدلره که توی مسابقات نبود، ولی خب اینجا با ناکامورا بوده. و میگم یه چند دقیقه قبل بازی با همدیگه میرن وضعیت رو آنالیز میکنن و این حرکات رو یکم با فکر بازی میکنن. کاسپاروف به سر رو بازی میکنه که خط وزیر رو هم باز میکنیم. وزیر حالا 9 امتیاز داره توی شطرنج، باید فعال بشه. اینها اسمیا 3-6 که خود ناکامورا بعد توی تفسیر بازیش میگه از این حرکت هم خوشم نیومد، چون که یه اتفاقی میفته. میگه ما که داشتیم بررسی میکردیم، با وسلی سو داشتم بررسی میکردم، فهمیدیم از 3-3 برای سفید خیلی خوب نیست، چون بعدن فرض کن سیاهی 6 کنه، سفید هیچ وقت نمیتونه احتمالاً D4 کنه، چون پیاده 3 رو از دست میده در آینده و حمایت رخ رو نداره دیگه. این چیزیه که خود ناکامورا میگه. گفتیم خب این خوب نیست، ولی خودش یهو اومده بعد به 3 6 رو بازی کرده. حالا چرا این خوب نیست؟ چون مثلا سفید بعد E3 حالا سیاه هم نمیتونه D5 بازی کنه، همون جنگ مرکزی که داریم میگیم، و سیاه هم نمیتونه تصاحب کنه، چون سفید این رو میزنه. پس از 3-6 اینجا درسته توی حالا شهود ما میگیم از 3-6، ولی اینجا از B6 شاید بهتر بود، بعدن با ادامه D5 بهتر بود. یکم میگم شروع بازیاش خیلی عجیب غریبه. حالا کاسپاروف ایسه رو بازی میکنه، آماده D4 و نمیتونه D5 کنه، B6 بازی میشه، قله قله و حالا D4. سفید مرکز رو میگیره، سیاه درده ای درده، سیاه مجبور D5 رو بازی کنه تو این وضعیت. باید خیلی حواسمون جمع باشه، اگه مثلا یه کار دیگه بازی کنه، سفید D5 بازی کنه، همینجا میتونی با دنیای شطرنج خداحافظی کنه.
سیاه چیکار میکنه این فیل ها، یعنی کل فضا کل صفحه برای سفید میشه، یهو احتمالی همچین فاجعه هایی وجود داره. پس D5 باید حتما جنگ بر سر مرکز رو سیاه شرکت کنه. اسب E6 خب وقت رو میبینید، کاسپار 16:50، ناکامورا 13:40. حالا یهو چه اتفاقی اینجا میفته؟ کاسپاروف اینجا چند دقیقه فکر میکنه؟ یا خدا 16:50 میاد 7، 16:06 اینم 9 تا 10 دقیقه اینجا فکر میکنه، یعنی خیلی زیاده برای یه حرکت توی بازی 15 دقیقه آخه. چرا؟ چون شطرنج کاسپاروف یکم متفاوته با شطرنجی که امروز بازی میشه. کاسپاروف کلن ایدهش این بود که توی شطرنج تو باید بهترین حرکات رو توی هر حرکت بازی کنی و کل انرژیش رو سر اون حرکات میذاشت، به خصوص توی شروع بازی اصلا دیگه باید برتری رو از حریف میگرفت. بازیکنهایی هستن که امروز این گونه بازی میکنن، ولی خب همشون یکم سن و سالشون گذشته، مثل واسیلی ایوانچوک، مثل الکساندر گریشوک، این دوتا هم تقریبا اینطوری بودن که شطرنج کمالگرایانه رو بازی میکردن، پرفکشنیست بودن توی بازی شطرنجشون و یه بازیهایی یه کارهایی هم کردن عجیب و غریب. ولی خب بازیکنی مثل مگنس کالسن بازیکن پراکتیکال، سر صف است، رو زمان کار میکنه، رو اینکه وضعیتش چه خورد خورد بهتر کنه اینا کار میکنه، نمیره حریفش رو خورد کنه، به دنبال این نیست توی شطرنج. خلاصه کاسپاروف هم اینجا خب حس کرده خب یه چیزی هست توی این وضعیت، خودش دیدین دستش اینجوری میکنه کاسپاروف، یه چیزی اینجا گیرم باید بیاد، این وضعیت خب باید یه چیزی ازش بازم بهتر برتری رو گرفتم و خیلی فکر کرده، بالاخره به نتیجه هم نرسیده، زده توی D5 که البته خوبه. انجین لیچس میگه وزیر رو B2 میگذاشت و مثلا وزیر B7 هم سیاه بازی میکنه، ولی خب فرض کنیم سیاه فیلو بذاره D6، میگه حالا اسب E5 معلوم نیست دقیقا حالا وزیر توی B2 باشه چه بهبودی به وضعیت سفید میده، ولی خب یه برتری مختصری سفید داره، ولی اینکه چجوری تبدیل به بردش کنیم خودش خیلی داستانه. کاسپاروف میزنه D5 و بعد از در D5 تعویض ها صورت میگیره، اینجا فیلو میذاره D2 که برای من خیلی عجیب بود که چرا کاسپاروف فیلو نمیذاره F5 اینجا. خود ناکامورا هم حتی بهش اشاره نکرد، کاسپاروف هم بهش اشاره نکرد، رخ D8 رو فیل D2 حالا بازی کنه. شاید این وضعیت رو بشه گفت مختصر سفید، شاید این حالا دیگه این رخ اینجا نمونده، رخ C8 هم اگه بازی بشه سفید نمیدونم، حالا کامپیوتر میگه H4 ولی شاید حتی اسب H4 با ایده اینکه بره F5، حالا سفید یه مختصر شاید بهتر باشه، شاید هم خب توی سطح بالا درکشون بالاتره و راحت بتونه مساوی کنه. فیل میاد D2 فیل D7 میبینید دیگه کاسپاروف به چیز خاصی نرسید، رخ E8 فیل هم میاد D3، وضعیت قرینه هستش، غیر از اینکه این اسب و این دوتا اسب من تفاوت دیگه ای نمیبینم، یه کم خورده ای با سفید برتری. وزیر میاد B1 میشینه، B7 H6 بازی میشه، B4 پیشروی جناح وزیر رو داریم از سمت کاسپاروف، وزیر B8 وزیر B3 هم بازی میشه، فیل میاد خونه F4. اینجا نمیدونم ناکامورا میگفت کیش بده فیلو برگرده F5 یکم بهتره، این یه تم پوزیشنی خیلی جالبه که شاه رو یه دونه از اینجا میرونیم گوشه صفحه، شاید بگیم خوشا اینجا امن‌تره، ولی این زمانی که بازیکن میدونه توی آینده بازی میره سمت آخر بازی، اینها این کار رو میکنه و معمولا هم جالبه شاه یه حرکت دیرتر به مرکز برمیگرده توی آخر بازی، بعضی وقتا جالب میشه. ولی خب حالا کاسپاروف وزیر رو میذاره B3 میره دنبال چیز نقد و فیل F4، ناکامورا خودش میگه ندیده بودم، حواسش نبوده که D5 زدنی نیست، مثلا اگه الان اینو بزنه وزیر در D5 بزنه سیاه فیل E6 داره، وزیر که برداشته بشه D4 هم میزنه و تنها کسی که این وضعیت رو برای برد بازی میکنه سیاه، وزیرش اینجا خیلی فعال، فیلش هم بهتره. پس اینها بازی نمیشه، کاسپاروف وزیر رو برمیگرده B2، به اشتباه خودش اعتراف میکنه و میگه اوکی بازی رو تعادل نگه داریم، میزنه وزیر میاد D6، یهو B5 میکنه، اسب میره A5 که شاید اینجا اسب B4 یکم بهتر بود، ولی خب اسب خونه A5 میاد و اسب میذاره E5 و اینجا یه صحنه بسیار آموزنده که من خیلی چیز ازش یاد گرفتم، واقعیتش خیلی نکته آموزنده‌ای بود که من نمیدونستم. ناکامورا میگه اینجا من شبیه مگنس کارلسن بازی کردم، مگنسی بازی کردم اینجا رو. جریان از چه قراره؟ مگنس کارلسن توی بازی شطرنجش خیلی سخت به بازه، غیر از اینکه خوب میبره، خوب وضعیت‌های مساوی رو میبره، خیلی سخت میبازه.
حالا توی سالهای اخیر نگاه نکنیم بلیت سرعت سریع اینها رو میبازه، ولی تو فکری خیلی بعید بود تو بتونی کارلسن رو ببری. حتی یه جایی یه رکوردی زد، بالای 100 تا بازی نباخت. اگه کسی تعداد دقیق رو میدونه لطفا برای من بنویسه که رکورد میخائیل تال و تیویاکوف و اینها رو زد. تال فکر کنم 105 بود، کارلسن فکر کنم رکورد رو زد، عددش یادم نیست متاسفانه. کارلسن کلن سبکش اینجوریه، وقتی میدونه وضعش یکم بدتر میشه زجر کشیدن رو ادامه نمیده، یه پیاده چیزی میده به حریف، وارد آخر بازی هایی میشه که یه خورده برتری داره ولی قابل دفاعه، یعنی کامپیوتری اصلا بازی میکنه، یه پیاده رو که میده وضعیت قابل دفاع و جبران رو داره. این چیزیه که توی شطرنج گذشته وجود نداشت، یعنی زمان کاسپاروف یه همچین چیزی وجود نداشت. بازیکن مثلا وضعش بهتر بود بدتر بود نمیرفت مهره بده که وضعش رو بهتر کنه، میرفت مثلا دفاع میکرد اینها و یهو کاسپاروف میزد ماتش میکرد، یهو میزد یه ترکیبی چیزی میزد. و این ناکامورا میگه به این دلیله که فکر میکنم اگه مثلا یه روزی کارلسن کاسپاروف توی اوجشون هم با هم دیگه بازی کنن، کارلسن میتونه بازی های که برتری میگیره رو احتمالا ببره با همون سبک خودش، ولی کاسپاروف مگه اینکه ماتو اینا داشته باشه، وگرنه یکم برتری بگیره کارلسن میتونه از این تکنیک خودش که مگنسی بازی کردنه استفاده کنه و کاسپاروف زجر بده علنا. همین کارو اینجا ناکامورا انجام میده و یهو اسبشو میذاره 3-4، یه پیاده میده به کاسپاروف، میگه اصلا سر بازی کاسپاروف گفته چه خبره، یعنی چی چرا پیاده رو میدی اوورلوک کردی، چه خبرت سر بازی. و خیلی جالبه که کاسپاروف خودش بعد بازی میگه از 3-4ش فوق العاده بود، میگه از 3-4 ناکامورا فوق العاده بود، حرکتی بود که بازی رو براش نجات داد، کاسپاروف ندیده بود این حرکت. این توی شطرنج قبل سال 2010 وجود نداشت، یه بازی کاندیداتوری سال 2012 یا حالا اون سالی که کارلسن قهرمان شد و بعدش اومد سمت آناند با آناند رو برد، اونجا جنگ کارلسن و کرامنیک بود، این دوتا یکیشون باید قهرمان میشد که میرفت به جنگ آناند. آخر سرم خیلی داستان جالبی داشت که حالا بعدن یه ویدیوی راجع بهش درست میکنم. بازی رو در روی این دوتا، کرامنیک سفید کارلسن سیاه، کرامنیک یه کاتالان زد دیگه، کاتالانای کرامنیک دیگه همتون میدونین دیگه فوق العاده است. توی اون بازی یه پیاده از کارلسن گرفت، یعنی وضعش خیلی بهتر شد، ولی یهو کارلسن یه پیاده داد گفت مال خودت، بعد رفت توی آخر بازی که تونست به راحتی مساوی رو از کرامنیک بگیره و اون مساوی باعث شد که کارلسن یکی از نتایج خیلی حساسش توی مسابقه بود. خلاصه اینکه این تکنیک خیلی جالبه، اگه وضعتون بدتره میتونید یه پیاده چیزی بدین، مهرهاتون رو فعال کنید، شاید بصرفه دیگه، قانون کلی هم توی شطرنج نداریم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته، حالا اگه نزنید دیگه از توی 3-4. البته که سفید با فیل نمیزنه، بلا نسبت که کاسپاروف اینجوری بازی کنه با فیل میزنه توی B5. حالا دیگه باید مساویه، حالا مساوی میگیم مساویه، نه ببخشید اینجوری که باخته اینجوری مساویه، حالا یه پیاده ده هم چیزی نمیشه، ولی خب کاسپاروف با رخ میزنه و یه پیاده گرفته، چون فیل در B5 که وجود نداره، رخ در C8 میبره، ولی رخ D8 این چیه دیگه، این یعنی چی؟ یه پیاده دادی رخ دادن میذاری D8، این پیاده د سفید بلوکه شده، بعدم میخواد فیل 6 بازی کنه. و اینجا هم خب کاسپاروف، اگه کارلسن بود این بازی شاید میبرد ناکامورا رو، ولی خب کاسپاروف میاد چیکار میکنه اینجا، میاد رخو میذاره 3-2، یعنی اصلا یهو قاطی میکنه، یعنی نمیفهمه مثلا این وضعیت چطوریه. شاید رخ 3-1، ببخشید این رخ نه، رخ 3-1 فیل در B5 میخوره، آه میگه رخ 3-3-1 کامپیوتر، من فکر کنم رخ F3-1 رو میگه. خب رخ 3-3-1 هم بازی کنه، فیلی 6 رخ FD1، حالا خب کاسپاروف بنده خدا خودش هم رخ گذاشته 3-2، نه یه لاین دیگه بود، شاید A4 فیلی 6 چه میدونم مثلا رخ B4، اینم چیزی نمیشه، یه لاینی بود که نمیدونم رخ ها توی 3 دوبل میشدن، ولی اینجا نمیشه اصلا B5 زیر زر چجوری دوبلشون کنن، رخ 3-1 هم نداریم. فکر کنم ناکامورا اینو میگفت ولی حواسش به فیل در B5 نبود، اونم شاید اینطور بوده، من حواسم نیست ولی خب یادم نیست. یعنی خب خلاص، حالا ناکامورا رخ میذاره D8، رخ برمیگرده خونه 3-2، فیل میاد E6، میخواد بشینه خونه D5 و اینجا دیگه یه اسپایدرمنیه برای خودش این فیله، یعنی یه سپریه، هم حمله میکنه هم نیزه، همه چی هست دیگه، واقعا همه چی رو گرفته این فیله و جلوی پیاده نشسته. حالا بیا اینو بردار، فیلو برمیگرده F1 کاسپاروف، زمان رو هم دریابی. ناکامورا و کارلسن گفتم رو زمان خیلی کار میکنن، خورد خورد شطرن بازی میکنن، زمان حریف میاد پایین یه کاری میکنن. وزیر 3 کاسپاروف اصلا نمیتونه اینجوری شطرن بازی کنه، رخ D7 وزیر میره E3،
وزی میاد خونه بیچار، حالا سیا داره یهو میاد میگه خب این پیاده ها اینا حالا میخوام فیلو بردارم. رخ 3 یک اینجا باید آسر رو بازی میکرد و بعد از مثلا وزیر آ4 رخ 3 D2 باز فیل 3 فیل به 3 نه فیل 3 4 بازم بازی متعادل بود، ولی خب اینو بازی نکرده. بریم بازی رو سریعتر ببینیم. رخ 3 یک فیل برمیگرده E6 تعویضهایی صورت میگیره. این رخ 3 8ش خوب نبود، کامپیوتر میگه رخ 3 7 متعادل بود. کاسپاروف هم میگه نمیدونستم اینجا باید برد بازی کنم، برای آخه زشت یه پیاده جلو هم چجوری برای مساوی بازی کنم. ببخشید. خلاصه این که نمیدونسته اینجوری وضعیت رو چجوری باید بازی کنه. واقعیتش رخ در دهش و حالا یهو سیا طلبکار شد، واردی آخر بازی شد که فیل بهتر داره، رخش فعالتره، فیلش پیادهای سفید رو میتونه مورد هدف قرار بده. این فیل با پیادهای خودش همرنگ شده و خلاصه دردسر. آس رخ میاد آ4، رخ میره سه. کاسپاروف خودش هم میگه این وضعیت خیلی برام ترسناک بود. شاه میاد G5 هم بازی میکنه، میشه اینجا هم بهبود بخشید، ولی خود کاسپاروف اینجا میگه اگه F5 بازی میکرد و بعدش F4 شاه میومد، F6 شاه میومد، E5 وضعیتم خیلی ناامید کننده است. ولی خب ناکامورا این گونه بازی نمیکنه و رخ رو میذاره 3-4، شاه میاد E3 F5 G3 تا اینجا هم اوکیه. اینجا ناکامورا پا میشه، رخ رو میذاره 3-1 که یک اشتباه خیلی بدیه. اگه F4 کیشو بازی میکرد و بعد G در F رخ در F، شاید این بازی رو دیگه کاسپاروف نمیتونست حفظ کنه. واقعیتش بعد رخ 3 مثلا میتونه رخ برگرده A4، دو تا پیاده اینجا ضعیف داره، همه پیاده هاش مشکل دارن، فیل سیاه خیلی بهتره. حتی اگر هم مساوی باشه با این کنترل زمانی که اینها دارن و ناکامورا زمانش بیشتره میتونست ببره. ولی خب یهو ناکامورا رخو میاد 3-1، میخواد اذیت کنه، همون سبکی که میگم خورد خورد بازی کنی و اینها. خب یه جاهایی هم یه مشکلی داری وقتی زیاد فکر نمی‌کنی، مثلا اینجا ببینید 20 ثانیه فکر می‌کنه، زیاد فکر نمی‌کنه. یهو کاسپاروف فیلو میذاره E2، رخ میاد 3-2، بازم باید رخو میرفت H1 که از این ترسیده که این رخه بیاد اینجا و یه اتفاقایی بیفته که احتمالاً هم میفته. کیشه ببخشید، کیش که نمیتونی، از این خوشش نیومده که حالا احتمالاً بازم مساوی میشد. ولی خب حالا چه اتفاقی میفته؟ فیل میاد E2، رخ میاد 3-2 و کاسپاروف حرکت طلایی F4 رو پیدا میکنه که این بازی رو نبازه. ولی خب این حرکت خیلی ترسناکه، چون سیاه میتونه اجباراً وارد یه آخر بازی پیاده بشه که ظاهراً برنده هستش. میزنه فیل میاد 3-4، رخ رو برداری، باید برداری دیگه، باید حتما بیای اینجا، وگرنه جای دیگه بری میزنه تو این اصلا تموم میشه بازی، پس باید بیای D2، همه چی عوض میشه. یهو شاه سیاه های سریعتر نمیرسه به اینجاها، شاه D3 و شاه C5. کاسپاروف حالا روی ثانیه هاست دیگه، اینجا البته بازی رو اگه دیده باشین بلیتسی بازی میکرد. اینجا شاید ناکامورا فکر کرده A4 و اینجا خیلی نکته جالبیه، چه حرکتی برای سیاه میبره. حرکت طلایی اینجا شاه B4 نیست، شاه B4 بازی رو مساوی میکنه، سفید میره D4 و بعد از این حرکات سفید میتونه بازی رو مساوی کنه. شاه میره G6، با همدیگه وزیر میارن، اگه دقت کنید همینجوری میرن و با همدیگه وزیر میارن، سفید میتونه این بازی رو نگه داره و بازی مساوی میشه. پس احتمالا ناکامورا رو این حساب کرده که اگه A4 کرد یهو شاه میرم D5 و بازی رو ازش میبرم، سفید توی زوگزوانگ میفته. اگرم H4 بازی کنه H5، حالا شاه بیاد اینجا، شاه میره اینجا، شاه بیاد اینجا، شاه میره اینجا و سیاه این بار خیلی سریعتر پیاداش وزیر میشه. مثلا فرض کنید خب چیکار کنه، شاه بذاره E2، شاه B4، این بار دیگه این تو به میری با اون تو به میری خیلی فرق داره، این دیگه میاد وزیر میشه، سفید هنوز پیاداش رو نرونده. پس به این گونه فکر کرده، ولی کاسپاروف مثل یه طراحی اینجا مساوی رو پیدا میکنه، شاه میذاره 3-3، حرکت درست و دقیق. اینجا شاه 3-3 هستش که سیاه حالا B5 رو میزنه، حالا سفید میره D4. اگه این بار شاه رو میرفت D5 بازم سفید برمیگشت، شاه میزنه تو B5، شاه میره D4، حالا توی بازی شاه A4، شاه E5، B5 میزنه شاه E5، حرکت درست اینطوریه. ناکامورا رو اشاره میکنه که کاسپاروف وقتی داشت بازی میکرد اینجوری سر بازی اینجوری میکرد، داشته حساب میکرده با دستش بازی میکرده. کاسپاروف این کار رو بعضی وقتا رو بازی انجام میده، اینو برم اونجا، اونو برم اینجا، خلاصه. و میگه صحنه جالبی بوده که حالا اگه خودتون بعدن تونستین ببینید. شاه E5 درست بود، G6 که اصلا نباید بریم چون پیاده با کیش اینجا وزیر میشه، خیلی حواستون باشه. E6 هم اگه بریم این یکم دردسره، مساویه ولی دردسره. دردسرش چیه؟ وزیر که میشه سفید نمیتونه، وزیر میاد B4، کیش بود، شاه کیش بود و حالا سفید نمیتونه چیشو بزنه، وزیر رو برمیداره و اگه نتونه اینو بزنه خب بازی دیگه ادامه داره. حالا شاید اینو باختی، شاید باختی با سفید، مساویه ولی خوشحال باختی. پس شاه نمیریم E6، شاه میریم E5 مثل یه آدم خوب
و اینجا وزیر که شد کیشه، باید وزیر بزنه، وزیر میزنه توی چیش و اینجا کاسپاروف پیشنهاد تساوی میده و ناکامورا قبول میکنه. بازی سوم، استاد بزرگ نیرومند آمریکایی ری رابسون که ریتینگش نزدیک 2700 و خیلی هم در حال پیشرفته، مهره سفید رو داره و گری کبیر هم مهره سیاه. این وضعیتی که توی بازی سوم وجود داره، دوتا حذف رفتن گوشه صفحه، وزیر اینجاست، رخا هم جاشون بده، شاه و فیل ها جاشون اوکیه و بازم یه چینش خیلی عجیب و غریب رو داریم. کاسپاروف میگفت این چینش برای سیاه خیلی بده، یعنی توی سه تا بازی این چینش خیلی بد بوده و سیاه مشکلات زیادی رو داره و میگه اگه سفید با 3-4 آغاز کنه همینجا مشکل وجود داره. وزیر در شب، وزیر در جش داره میبره سیاه. اگر هم اسب بیاد G6 حالا H4 بایده H5 بازم بزنه، H5 هم بازی کنه اسب میاد G3 داره میزنه، سیاه اگه بزنه سفید وزیر رو میذاره H7 رو خوب برمیداره. یعنی خیلی پیچیده است این وضعیت و خلاصه همینجا G4 هستند، بایده G در H5، خیلی سخت این بازی. کاسپاروف میگه اگه من سیاه بودم احتمالاً G6 رو بازی میکردم و خب بعد از E4 سفید برتری رو میگیره تو این وضعیت. خلاصه جالب بود، ولی خب ری رابسون با D4 آغاز میکنه، بازم اوکی، اسب میاد G3، D5، C3، این خط رو برای وزیر باز میکنه، C6 و اینجا سفید یه حرکت جلوی H4 رو بازی میکنه. شاید اینجا E4 یکم بهتر بود، H4 رو بازی میکنه، H5، بازم اینجا عجیبه که E4 رو بازی نمیکنه ری رابسون. اگه E4 رو بازی میکرد خیلی وضعیت جالبی بود. کاسپاروف فکر کنم میگفت میخواستم E5 رو بازی کنم، ولی خب اگه E5 رو بازی کنه شاید بزنه و بعد از زدن همینجا فیل بر 5 کی شاه سیاه مشکلات زیادی رو خواهد داشت. مثلا وزیر میتونه به خونه F5 بیاد و بعدن اسب بس، اینها سفید خیلی وضعیت بهتری رو داره. حالا اینا توی بازی انجام نشد و ری رابسون فیل رو G5 گذاشت و یه مانور خوب از کاسپاروف، اسب رو میگیره سمت E6. E3 خیلی عجیبه برای من، حالا بازم یا میتونست E4 رو بازی کنه یا رخ بذاره H1 بده H رو دفاع کنه بعد فیلش رو برگرده، مثلا رخ H1 اسب E6 فیل برگرده دو، حالا بازم سفید میخواد E4 کنه، برتری خوبی رو داره، ولی خب E3 رو که بازی میکنه سفید سیاه اسب میذاره E6 فیل D3 و اینجا کاسپاروف یه حرکت جالبی رو داشت که بازی نکرد، اسب H4 فیل در H4 G5 فیل رو میگرفت. حالا چی بررسی کرده اصلا دیده یا ندیده رو من اطلاعی ندارم، ولی خب توی بازی G5 رو میزنه، وزیر رو میاره D6، یهو مهراش رو میخواد فعال کنه، وضعیت رو به دست بگیره. اینجا حرکتی که سفید حرکت خوبشه، خیلی حرکت سختیه. سفید خب الان سیاه داره H4 بازی میکنه، پیج یکم ضعیف شده و اینها، حرکت درست اسپیدو خیلی سخته، باید F4 و حالا اگه این خطم وجود داره، مثلا سفید اگه E5 رو بازی، اگه E5 رو بازی کنه سیاه سفید میزنه و بعد از این میزنه و سفید یه پیاده توی G6 میگیره، سفید سیاه انقدر گفتم قاطی شد، اسپیدو خیلی سخته، ولش کنیم زیاد بررسیش نکنیم. فیلو میذاره F5، یکم کار رو برای کاسپاروف ساده میکنه. حالا E6 وزیر رو میرونه E5، شاه سفید هنوز توی مرکزه، الان میتونه قلعه بره البته، ولی خب پیاده G5 هم یه مشکلاتی رو داره. حالا بازی متعادله، F4 بازی میشه. F4 رابسون خیلی تهاجمیه، میخواد بره کاسپاروف رو مات کنه، ایده F5 داره در ادامه، اسب خیلی جاش بده، میزنه و کاسپاروف میگه اگه اینجا این حرکت رو نداشتم وضعم خیلی بود بد بود، ولی حرکت طلایی رو کاسپاروف پیدا میکنه، وزیر D7 پیشنهاد تعویض وزیرها، وزیر رو اگه برداری که فاجعه است، یا فیلش هم میاره بیرون همه چی اوکی میشه، الان میخواد قلعه کوچیک قلعه بزرگ جفتش رو میتونه بره، خیلی جالبه. ولی خب سفید اگه F5 کنه چیکار میکشه؟ اسب E7 آچمز این پیاده، اگه قلعه بره G6 و سیاه حرکت بعدی از طرف فنگ میزنه احتمالاً این بازی رو میبره، پس و سیاه هر لحظه اراده کنه قلعه بزرگ رو داره، پس این رو در ذهنتون داشته باشید. خلاصه که اینجا تعویض وزیرها صورت میگیره، یهو ساختار پیاده ای سفید بدتر شد، این فیل داره خیلی فعال میشه، سفید میرونه اسب میره E7 قلعه میره، رخ میاد E8 ستون ای رو میگیره، فعلا میگه پیاده ها رو خواستی بده جلو مشکلی نداریم، اسب میاد C1 اسب بازارایی میشه، میخواد فیل بیاد تو، حالا فیل میاد، پیاده میاد B6 خونه C5 رو پوشش میده، پیاده رو یه نگه میداره اونجا، F6 رو بازی میکنه، فیل میاد توی خونه G3 مهره ها رو همینجوری دونه دونه داره بهتر میکنه، اسب میاد D6 اسب رفت C8 برگشت D6 فوق العاده بود این مانورش، اسب چه اینجا سفید دیگه گیر میکنه نمیدونه با چی کار کنه، پیاده F5ش زیر ضربه، مهرهاش اصلا جای خوبی ندارن برن، این پیاده هایی که میان جلو توی شطرنج توی وسط بازی اینا میتونن حمله کنن، ولی توی آخر بازی خیلی بد میشن و حریف میتونه خیلی راحت بهشون حمله کنه. حالا اسب G4 رخ میاد E4 میگه اسب تو بردار، برداشت، رخ میاد اینجا، اسب که برمیگرده، حالا میاد E4 پیاده F6 رو دفاع میکنه، سفید میخواد F6 رو بزنه، به همین دلیل سیاه F5 رو اینجا نمیزنه، البته حالا شاید کیش و اینام داشت. اسب E4 تسلط کامل، هنر گری کاسپاروف توی بازی شطرنج، رخ میاد B1 شاه D6 شاه هم وارد بازی میکنه، از اینجا به بعد دیگه عشق و حال میکنه با وضعیت، رخ میاد C2 رخ D3
رخ هم میاره F8 داره، اینم میزنه، اسب میاد اینجا کیش و پیاده به خونه H3. اگه بزنی اسبشو میزنم. پس اوضاع خیلی بده، 3-4 بازی میکنه که یکم یه امکاناتی پیدا کنه ولی هیچی پیدا نمیکنه. حالا این رخ هم برمیگرده میخواد از این طرف وارد بشه، میزنه H2 کیش، رخ در F3 میتونه ساده ترم بازی کنه ولی رخ در F3 میزنه. اگه با این بزنه که اسب میگه کیش و بر این رو بر میداره، اگه اینو بزنی وزیر میکنه، سیاه میبرد. ولی خب توی بازی حریف وقتی کاسپاروف رخ در F3 زد، حریف کیش میده و شاه در D5 و بعد از رخ در F3 شاه در C4. اینجا تسلیم شده سفید، شاه در C4 داشت، اسب F2 کیش هم داره میاد و همه چیز هم داره تموم میشه، اسب D2 اینها هم وجود داره. حالا سفید این بازی هم تسلیم شد. کاسپاروف در روز اول در 3 تا بازی تونست 2.5 امتیاز کسب کنه، عملکرد فوق‌العاده‌ای رو داشت و ما هم خیلی لذت بردیم از بازیاش. امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت کامل رو برده باشین. اگر اینطور بوده حتما لایک رو بزنین که افراد بیشتری بیان این ویدیو رو ببینن. کامنت نظرتون یادتون نره، آیا کیفیت تصویر و صدا بهتر شده یا نه، و اینکه از شطرنج و زندگی هم لذت ببرین. روز و روزگار خوبی رو داشته باشین.